أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقای عبد الحمید ثانی، استاد یک انتقاد، هرچند با سایر حرفهای امروز شما موافقم، آیا پول گرفتن مؤذن مسجد اشکالی داره؟ نه، اشکالی نداره، حتی امام مسجد من که پول بگیره اشکال نداره، لیکن شرط بگذاره این نادرسته. این که بگه به من اینقدر پول میدی من عزا میدم، اینقدر پول میدی من امامت میکنم، این درست نیست. به قول شیخ صالح آل شیخ، وزیر شؤون اسلامی سابق عربستان سعودی، و مرد بسیار محترم و بزرگی است، عالم بزرگی است، پول گرفتن اشخاصی که در شبکه تلویزیونی فعالیت میکنن چطور؟ پس حرام نیست؟ نه، حرام نیست، لیکن اگر شرط بگذارن چرا؟ من نمیگم حرامه، لیکن اگر از حق سکوت کنند حرامه. الان همکارشون اسرائیلیه، صهیونیسته، همینه ای که آوردن شو ما انتقاد کردیم، گفتن که شما حسودی میکنید، علنان صهیونیستن. خب چرا خفه خون؟ نمیگم خفه خون، چرا ساکتن؟ این حرامه، این سکوتشون حرامه. این چه باعث میشه سکوت کنن؟ پول. بلکه تا حرف بزنه از حقوقش میترسه، از کرای خونش میترسه. اینه مشکل، حقوق اینجاست. دو نفر رو که من اطلاع دارم، آقای موحد خرمی در شبکه نور و آقای امیر شکری در شبکه کلمه، نه تنها حقوق نمیگیرند که لوازم پخش در محل خود را با هزینه خود برای ثواب تهیه کردند که جای قدردانی دارد. آقا دعوت اینه، اصل اینه، ولذا حتما این را راحتتر میتونند حرف بزنند. خدا خیرشون بده، اینو من نمیدونستم. ولی وقتی شما حقوقت نجومی باشه چیکار میکنید؟ همین آقای عقیل وقتی تلویزیون نور بود 25,000 درهم، آقا شوخی نیست، در امارات حقوق میگیره. مدیر سابقش که میگه 50,000 درهم تازه حقوق میگرفته. بعدا که به اصطلاح شورایی که درست کردن، شورا هم شرف اینا، نه از 25 یه خورده پایین تر اومده، 22 نمیدونم چقدر. آیا به بقیه کارمندان همین حقوق میدن؟ این حقوق را از کجا میگیرن؟ خودشون میگن از زکات مردم و تبرعات مردم. او با این حقوق اون موقع میخواند حرف بزنن، هر حرفی بزنه هر فکر حقوقشو میکنه.